خب این مقاله که من امروز در نظر گرفتم نظر منو در واقع جلب کرده، یه مقاله است که تو ژورنال نوران اخیرا چاپ شده. پیغام مقاله این هست که کرمای سی الگانس، نماتود سی الگانس، حس شنوایی داره. قبل از اینکه وارد بحث بشم در مورد کرم سی الگانس، یه خورد توضیح بدم این موجود خیلی جالبه از این نظر که این حدود 1 میلیمتر طول داره، اولین موجود چند سلولی که ژنومش کاملا شناخته شده، یعنی تمام ژن‌هاشو میشناسن. این نتیجهش اینه که میتونن نسخه هایی از این به صورت ژنتیک درست کنن که انواع اقسام نسخه هایی که خواص متفاوتی داره و هزاران بلا سر ژن این موجود حالا اگه بگیم بیچاره میارن. و این تو سال 2019 کانکتومش هم شناخته شده. کانکتوم واژه‌ای که در مقابل ژنوم اونجوری ساخته شده و به شما میگه که این سلول‌های عصبیش کدومش به کدومش وصله. این موجود 302 تا سلول عصبی داره. کمترین تعداد سلول عصبی رو در باز موجودات چند سلولی داره که یه سیستم عصبی دارن. از این جهت خیلی ساده است و به هر دو دلیل، این که سیستم عصبی ساده‌ای داره و ژنومش شناخته شده، مدل حیوانی خیلی خوبیه، یعنی هر بلایی سرش میتونید بیارید و بسیار هم در دسترس دیگه، به تعداد زیاد میتونه در دسترس باشه. 302 تا سلول داره و سلولاش اکشن پتانسیال ندارن، یعنی اینکه اسپایک ندارن، به دلیل اینکه کانال‌های سدیم تو سلول‌های عصبی، این کانال سدیم سریع تو سلول‌های عصبی موجود نیست. بنابراین graded potential داره، یعنی اینکه ولتاژش بالا پایین میشه ولی ضربه نمیزنه و اطلاعات با همون بالا پایین شدن graded، یعنی به صورت پیوسته بالا پایین شدن ولتاژ غشا منتقل میشه. این اصطلاحا هرمافرودایت هستن، از هر 1000 تا فقط یه دونشون نره، بقیهشون دو جنسی اگه من درست دارم بگم هستن، یعنی خودش میتونه تولید مثل کنه. دیگه این که میتونم بگم تو فضا هم بردنش، از اینجا از ما هم جلوتر. خب حس شنوایی، این که یه موجودی حس شنوایی داره، تا الان فقط فکر میکردن که مهرداران و بند پایان اصطلاحا، مثلا خرچنگ و اینا حس شنوایی دارن. بقیه حسا قبلا نشون داده شده که این کرم بقیه حسا رو داره، تیست رو داره، اولفکشن رو داره، بساوایی تاچ رو داره، پروپرایسپشن هم داره، یعنی حس پروپرایسپشن اینه که شما چشتون رو ببندید میتونید دستتون کجاست، یعنی سنسورای توی سیستم ماهیچه‌ای و سیستم جوینت های شما، مفاصل شما وجود دارن که اطلاعات میدن پاسچر شما رو، پوزیشن بدن شما رو به صورت نسبی به شما شون میدن. گاهی به این میگن حس ششم، ولی فرق میکنه با ما حس ششمی که ما میشناسیم. این موجود ویژن هم داره، با اینکه ارگان خاصی برای چیز نداره مثل چشم، ولی پروتئین هایی داره که سال 2008 نشون داده شده، پروتئین هایی داره که اینا به نور حساس هستن و این پروتئین ها از قضا حساس تر از اون سیستمی هستن که ما تو چشممون داریم. و تنها مسئله‌ای که هست اینه که هیرینگ شنوایی در مورد اینا تا الان نشون داده نشده بود. این که نشون بدید یه موجودی شنوایی داره یه مقدار تریکیه، به خاطر اینکه مخصوصا موجودایی که تو خاک یا توی آب زندگی میکنن، به خاطر اینکه به هر حال این سیستم مکانوسنسوری است، یعنی اینکه شما یه اتفاق مکانیکی رو، تغییر تو فشار یا وایبریشن های محیط رو تبدیل میکنید به یه سیگنال عصبی و این میتونه هم با اشتباه گرفته باشه با همون سیستم لامسه شما. اگه توی آب باشید، وایبریشن های آب میتونه توسط سیستم لامسه شما سنس بشه و اینکه این واقعا شنوایی هست یا همون حس تاچ شما به یه معنی هست، تشخیصش سخته. و این چون که من تو خاک زندگی میکنه، دست کم این مسئله رو در مورد این هم خواهیم داشت. و کارهایی که این مقاله انجام داده اینه که نشون بده واقعا این حس که اینا ادعا میکنن در این موجود وجود داره، واقعا حس
شنوایی هست، یعنی airborne pressure رو، یعنی تغییرات فشار هوا رو میتونه حس کنه. خب ببینید، سیستم شنوایی علل اصول اینه که شما تو هر سیستم سنسوری به یه نوعی ترانسداکشن نیاز دارید، یعنی یه سیگنال، یه مدل انرژی رو به یه مدل دیگه انرژی باید تبدیل کنید، به این میگیم ترانسداکشن. در مورد صوت اینه که شما باید تغییرات فشار رو تبدیل کنید، اول اون چیزی که توی گوش انجام میشه، پرده صماخ تغییرات فشار هوا رو تبدیل میکنه به یه حرکت، حرکت اون استخوانچه ها، و بعد این حرکت تبدیل میشه به یه سیگنال الکتریکی توسط اون هرسل ها. و اینجا هم باید یه چنین اتفاقی بیفته، یعنی یه مکانوسنسوری سیستم هست، این تغییرات فشار هوا باید تبدیل بشه به یه سیگنال عصبی قابل پردازش برای سیستم عصبی شما. من الان نکته‌ای که در مورد این مقاله وجود داره و خیلی جالب هست اینه که شما ببینید چقدر کارهای متنوعی انجام میشه برای اینکه ولیدیت کنه این از چیزی که وجود داره، این ادعایی که میشه. اگه بخوام بگم اینا چیکار کردن، اینا این کرم رو توی سابستریتی قرار میدن، یه اسپیکری دارن که این در اصل مایکرو اسپیکره، میتونه به صورت لوکال صوت تولید کنه، یعنی فوکس متمرکز کنه صوت رو توی نقطه. اینا میان صوت رو با یه دامنه و با یه فرکانسی که بعداً در موردش صحبت میکنیم متمرکز میکنن مثلا رو دوم این موجود و یا رو سرش، و نتیجه رو میبینن، عکس العمل اینو میبینن و نشون داده شده که اگه این کاری که میکنن اینه که میبینن وقتی رو دومش صوت رو اعمال میکنن به سمت جلو حرکت میکنه، وقتی رو سرش اعمال میکنن عقب عقب میاد، یعنی به نوعی اصطلاحا بهش میگن فونوتاکسیس. این ما با اقسام این کلمات رو داریم، ایروتاکسیس داریم، تیگموتاکسیس داریم، کموتاکسیس داریم و الی آخر. این عکس العملی موجود، یعنی حرکت موجود به یه ورودی خاص هست. مثلا ایروتاکسیس اینه که موجودات به سمت اکسیژن حرکت میکنن، کموتاکسیس مثلا از یه ماده شیمیایی سعی میکنن دور بشن، یا تیگموتاکسیس این که یه تاچی انجام بدید اینا عکس العمل نشون میدن، یا به سمتش میان یا ازش دور میشن. در این مورد ما فونوتاکسیس داریم، یعنی اینکه اینا دور میشن از اون منبع صوت و این نمودارها نشون میده، این شکل سی نشون میده که وقتی شما ساند رو اعمال میکنید به سر این حیوان، این موجود، این تو 80% مواقع به سمت عقب میره، وقتی صوت رو ور میدارین خب قاعدتا یا جلو میره یا عقب میره. این که نشون دادن که این تفاوت کاملا مشخص و معنی داره، و برعکس وقتی به دومش اینو اعمال میکنید به سمت جلو میره، به سمت به صورت معنیداری بیشتر مواقع به سمت جلو میره. خب قاعدتا شما باید ببینید که این به چه فرکانس های حساس هست. این فرکانس ها اگه اشتباه نکنم از 100 هرتز تا 5000 هرتز تغییر دادن و نشون دادن که تشولد سنس این حیوان هرچی فرکانس بالاتر میره پایین تر میاد، هرچی فرکانس بالاتر میره بالاتر میره، یعنی به صوتهایی با فرکانس کمتر با دامنه کمتر هم عکس العمل نشون میده. این ترشولد اون دامنه ای که این باید عکس العمل نشون بده، یعنی فرار کنه از صوت، و تو فرکانس های کمتر میبینید که ترشولد کمتره، یعنی با شدت کمتر این عکس العمل نشون میده. این هم یه مقدار طبیعی هست، چون قاعدتا این همون چیزی هست که این میخواد از شکارچی ها فرار کنه، و احتمالاً شکارچی ها اون اصواتی که تولید میکنن توی فرکانس های کمتر بوده. بقیه این تحقیق رو روی معمولا فرکانس 1000 هرتز انجام دادن، توی 1 کیلو هرتز انجام دادن، و اگه اشتباه نکنم دامنه هم همیشه گرفتن 80 دسیبل که بالاتر از دسیبل بالاتر از ترشولد باشه و نتایج رو بتونن ببینن. خب این اولین آزمایششونه که نشون دادن این عکس العمل نشون میده به صوت. ولی از این به بعد کارهای خیلی جالبی انجام میشه. انواع اقسام تغییرات ژنتیک تو این کرم انجام دادن که ببینن که جنبه های مختلف این نتیجه رو بررسی کنن. اولین کاری که کردن این مکفور یه جهش ژنتیکی که انجام میشه و یه سری سلول های لامسه این رو
و از مخدوش میکنن، سلول های عصبی که در از وایبریشن های محیط رو برای این از قبل میدونستن که اگه پوستش رو مثلا تکون بدن این عکس العمل نشون میده. این مکپور این جهش یافته رو، این کرم های جهش یافته رو وقتی مقایسه میکنن با وایلد تایپ میبینن که تفاوت خیلی معنیداری نداره چیزی که عکس العملی که این نشون میده. این اولین اویدنسی است که این با اون سنس در از تاچ فرق میکنه. یعنی واقعا دارن میگن که دارن فکر میکنن که این همون تاچ هست، یعنی وایبریشن های اون خاکی که توش هست رو داره حس میکنه، اون سابستریتی که توش هست، یا این ایربورن هست. این اولین کاریه که برای این انجام شده و اولین اویدنسی است که تایید میکنه حرفشونه که این واقعا شنوایی. کار بعدی که کردن که باز این مسئله رو نگاه کنن اینه که یه ستاپ اپتیکی اینا درست کردن که نوسانات پوست این موجود رو اندازه میگیرن. این جنس ظاهرا پوست این موجود کیوتیکل هست، کوتیکول هست، من خیلی از اینا قاعدتا اطلاع ندارم، ولی این ستاپ نوسانات پوستش رو موقعی که در صوت داره تولید میشه رو اندازه میگیره. گفته شده که اگر قرار باشه این نوسانات سابستریت رو سنس کنه، قبلا نشون داده شده که از مرتبه میکرومتر باید پوستش حرکت کنه تا این عکس العمل نشون بده. این کاری که اینا کردن اینه که نشون دادن که وقتی اون صوت رو اعمال میکنن، تغییرات سرعت و همینطور دامنه نوسانات پوستش چقدره توی همون با 1 کیلوهرتز. پوست اینو با این ستاپ اپتیکی نگاه کردن و دیدن که هرچی شما دامنه صوت رو زیاد میکنید، این دامنه نوسانات پوستش هم زیاد میشه تا 180 نانومتر، از 20 نانومتر تا 180 نانومتر. سرعتش هم همینطور نشون دادن که وجود داره. و وقتی که نگاه میکنن به سابستریت، اون ماده‌ای که این کرم رو توش گذاشتن، میبینن اون علل اصول هیچ وایبریشنی انجام نمیده. باز یه مدرک دیگه ای که این نوسانات هوا رو داره اندازه میگیره. و وقتی هم که ساوند نیست باز این پوست حرکت نمیکنه. دقت کنید این خیلی مهمه برای این کنترلی که انجام دادن. این ممکنه به صورت طبیعی وقتی شما اون ساوند رو هم اعمال نمیکنید پوستش حرکتی بکنه، ولی اینا نشون دادن که اینجوری این نوسانی بکنه، نشون دادن چه نوسانی وجود نداره. و خلاصه اینها رو میتونید اینجا ببینید، هرچی فرکانس بالاتر میره دیسپلیسمنت پوست این موجود کمتر میشه، از حدود 10 نانومتر شروع میشه تا بالاتر. تو فرکانس های بالاتر این دیسپلیسمنت کمتره. این تایید میکنه حرفای قبلیشونه که نشون میدادن که کمتر حساس به فرکانس های کمتر بیشتر حساس هست این موجود. کار بعدی که کردم اینه که باز یه سری جهش ژنتیک رو این کرم انجام دادن، یه سری آزمایش با موجودات جهش یافته انجام دادن. این لیوان تو سیکسی که میبینید تو شکل F کرم های جهش یافته هستن که این پوست اینو مخدوش کردن، یعنی پوستش رو از حالت طبیعی خارج میکنن، یعنی بلاهای زیادی سرش میاد و میبینن که اگه پوست اینو، یعنی پوست بدی داشته باشه، اینجوری اسمشو بذارم، اون وقت این عکس العمل نشون نمیده، یعنی دیسپلیسمنتی نداره چیزش. وقتی ساند رو اعمال میکنید نوسان نمیکنه پوستش. این وقتی است که موجود عادی هست، اینا وقتی است که موجود جهش ژنتیک داره و این پوستش نوسان نمیکنه. وقتی پوستش نوسان نمیکنه ریسپانس این موجود هم پایین میاد، یعنی اینکه دیگه اون فونوتاکسیس رو، اون فرند فونوتاکسیس رو، فرار کردن از منبع صوت رو توی این سیستم، توی این کرم دیگه نمیده. اگه بریم به شکل بعدی باز میبینید که کارهای دیگه کردن. اینجا باید یه مقدمه بگم. دو جور سلول وجود داره که اینا وایبریشن های پوست این موجود رو اندازه در از سنس میکنن. دو جور نورون وجود داره، اصطلاحا
بهشون میگن FLP و PBD. حالا اسمش کار نداریم، ولی اینا دو جور سلول عصبی هستن که روی پوست این قرار دارن و وایبریشن ها اینو اندازه میگیرن. این چیزی بوده که برای حس تاچ این موجود هست. یه جای ژنتیکی اینجا انجام دادن مکسه که این سلول ها رو خراب میکنه، یعنی این سلول ها رو عملا عملکردشون رو مختل میکنه و نشون دادن که اگه این سلول ها عملکردشون مختل بشه اون وقت پاسخ این موجود پایین میاد. این یعنی که این دوتا نورون، این دوتا جنس سلول مهم هستن به خاطر اینکه این پاسخ بده به این airborne sound ها. کار دیگه ای هم کردن، کار دیگه یا کارهای متنوع دیگه ای کردن، این دوتا سلول رو با یه ستاپ لیزری عملکردشون رو مختل کردن، دوباره دیدن که این نتیجه نمیده. یه کار دیگه ای کردن دوباره، مثلا هم بهش میگن acute silencing که من خیلی متوجه نشدم، و وقتی که باز هر کدوم از این سلول ها رو، جالب اینه که یکیشون حرکت به سمت جلو رو کنترل میکنه، یعنی موجود رو میبره سمت جلو وقتی فعال میشن، یکیشون موجود رو به سمت عقب هدایت میکنه وقتی فعال میشن. هر جوری این دوتا سلول رو در اصل عمل کردشون رو مختل کنید، این پاسخ که اینا نشون میدن به صوت مختل میشه. کار دیگه ای که کردن کلسیوم ایمیجینگ. اینا به عنوان نکات حاشیه‌ای بد نیست که صحبتی در موردش بکنیم. ما میدونیم که وقتی اکشن پتانسیل سلول فعال میشه، این که اکشن پتانسیل نداره، وقتی یه سلول عصبی فعال میشه کلسیوم وارد سلول میشه. حالا اون شکل کلاسیکی ما میشناسیم، دست کم تو محل سیناپس بعد از فعال شدن سلول یه راش کلسیوم به داخل سلول داره. بنابراین این که ببینید سلول فعال شده یا نشده، یه راهش اینه که شما غلظت کلسیوم داخل سلول رو اندازه بگیرید. این یه روشیه به اسم کلسیوم ایمیجینگ. یه ماده‌ای رو داخل سلول میکنن که این وقتی کلسیوم بهش بایند میشه فلورسنت میشه و میتونن اینا رو ببینن و میفهمن کدوم سلوله و کدوم سلول فعال، کدوم سلول فعال نیست. و از اینجا با کلسیوم ایمیجینگ این سلول های FLP و PBD رو عمل کردشون رو اندازه گرفتن. موقعی که صوت رو اعمال میکنن حدود چند ثانیه میبینید که این سلول ها فعال هستن. و نکته جالب اینه که این میوتنت ها، بازم یه سری میوتنت جدید، UNC31 و UNC13 که من الان یه لحظه یادم رفت که اینا چی کار میکردن، وقتی که این میوتند ها رو آزمایش روشون انجام میدن میبینن که این سلول های PLB و PVD و FLP شون فعالن. اینایی هستن که ورودی سیناپسیه به این سلول ها رو مختل میکنن. ببینید که این چقدر جالبه، به خاطر اینکه نشون بدن این سلول ها توی در از پله اول تولید صوت به سیگنال هستن، چون ممکنه که اینا از سلول های دیگه ورودی بگیرن و این دوتا میوتنت ها ورودی این سلول ها رو به نوعی مختل میکنن. بنابراین این سلول ها وقتی هنوز فعال هستن نشون میده که فعال شدنش به واسطه ورودی که از سلول های دیگه میگیرن نیست و به صورت قائم به ذات اینا به صوت حساس هستن. پس این یه اویدنس دیگه ایه که این دوتا میوتنت ها هم این در از فعالیت کلسیومیشون مثل سلول های دیگه است، فقط اینجا یه تفاوت کوچیکی وجود داره. ولی باز نتیجه این بوده که اینا توی در از جبهه اول تولید صوت به سیگنال عصبی هستن. پس نتیجه که در اینجا میگیریم اینه که کرم ها واقعا به صوت حساس هستن، یعنی به airborne sound. اون چیزی که سنس میکنن وایبریشن های اون خاک یا محیطی که توش هستن نیست. دو، این سلول های FLP و PVD همون چیز سلول هایی که تاچ اینا رو
دخیل هست توش، همون سلول ها برای صوت هم دخیل هست. حالا سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که فرایند ترانسداکشن توسط چه پروتئینی، چه ایجنتی تو این سلول ها وجود داره که این تولید صوت به سیگنال عصبی رو کنترل میکنه. اینجا یک باز گریزی بزنیم، یه اطلاعات بیشتری بگیریم که باز از مقاله هست من نگاه کردم. دو جور کانال ما توی سیستم های شنوایی موجودات زنده دیگه داریم. این کانال ها TRP و TMC هستن که این دومی همون کانالی هست که توی گوش مهرداران هم وجود داره، تو گوش ما هست، همون هرسل، این هرسل ها. این کانال هایی هستن که وقتی شما یه وایبریشنی بهشون میدید اینا باز میشن و یون ها از توشون جریان پیدا میکنن. کاری که میکنن قاعدتا اینه که دوباره یه سری کرم میوتنت درست میکنن، یه بلای دیگه سر اینا میارن که این کانال هایی که شناخته شده هست تو بدن موجودات زنده دیگه ببینن آیا همون کانال ها دخیل هستن تو این موجود برای حس صوت یا خیر. و نکته جالب اینه که میبینن خیر، تمام این چیزهایی که انجام دادن، میوتیشن هایی که انجام دادن تو این کرم های مختلف، تمامشون پاسخشون مساوی بوده با وایلد تایپ. بنابراین اون حدسایی که از اطلاعات قبلیشون داشتن میزدن و این در مورد کانال های مختلفی که میتونن مکانوسنسوری باشن، یعنی تغییرات مکانیکی رو وایبریشن رو تبدیل کنن به سیگنال عصبی، اینها دخیل نبودن توی این. اینجا میگن که یک کار خیلی، یعنی شاید عمده سختی کارشون اینجا بوده که انواع اقسام میوتیشن ها رو انجام بدن، کانال های مختلف روی این دو نوع سلول FLP و PVD رو وردارن و ببینن کدومشون دخیل هست. حدود 20,000 تا کرم داشتن رو هر کدومشون یه میوتیشنی انجام دادن و نگاه کرد بالاخره ببینن که کدوم کانال هست که مهم هست. و نتیجه اینه که نهایتاً تونستن یه کانالی رو دیتکت کنن. من دیگه فقط اگه اشتباه نکنم برم سر اصل مطلب، که این کانال به صورت عجیبی، این کانال NACHR هست، نیکوتینیک استیل کولین ریسپتور ها، یعنی این ریسپتور هایی که استیل کولین رو حس میکنن، یعنی استیل کولین بهشون بایند میشه و توی همه موجودات دیگه وجود دارن، اینا به استیل کولین حساس هستن. یعنی وقتی استیل کولین بهشون میچسبه اینا باز میشن. ولی نکته جالب وجود داره اینه که اینا تشخیص دادن همون کانال ها هستن که مهم هستن برای تشخیص صوت. و کار دیگه ای که کردن نشون دادن که اگه استیل کولین رو از توی محیط اینا حذف کنید تفاوتی توی پاسخ اینا درست نمیشه. معنیش اینه که خود کانال ها مهم هستن برای اینکه صوت رو تبدیل کنن به سیگنال عصبی، ولی استیل کولین اهمیتی نداره. و این هم یک کشف جنبی برای این مقاله هست که نشون میده این کانال نیکوتینیک استیل کولین ریسپتور ها یه وظیفه دیگه تو بعضی موجودات دارن. این میتونه به عنوان یه مکانوسنسوری چنل باشن، مکانوسنسوری ریسپتور باشن که تو این موجود، تو این که علل اصول وظیفه اینو دارن که وایبریشن های صوتی پوست این موجود رو که از airborne sound تولید شده رو تبدیل کنن به سیگنال های عصبی. همین.